درودها خدمت شما بینندگان گرامی. آقای مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا در یک نشست گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا درباره آزادی مذاهب در جهان را به اطلاع رسانه ها و عموم رسانید. آقای مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا در این گزارش اعلام کرد آزادی مذهبی در ایران سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگران همچنان ادامه دارد و وجدانهای بشریت را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مراسم همچنین سام برامبک نماینده ویژه امریکا در امور آزادی مذاهب در جهان که پس از مایک پامپئو سخنرانی می کرد گفت ایران یکی از بدترین کارنامه های آزادی مذهب در جهان را دارد و حکومت ایران مردم را به خاطر باورهای مذهبی تحت آزار و اذیت قرار می دهد و برخی را اعدام می کند، از جمله دراویش. 30 صفحه از این گزارش به نقص آزادی مذهبی در ایران اشاره می کند که قوانین جزایی ایران اعدام را برای افراد غیر مسلمان که تبلیغ مذهبی می کنند و سعی می کنند مسلمانان را به دین دیگه به دین خود بگرایانند در نظر گرفته است. در این گزارش آمده است که به باور دولت امریکا 99.4% مردم ایران مسلمان هستند و از بین 90-95% شیعه 5-10% سنی می باشند. شمار بهائیان در ایران دست کم 300,000 نفر عنوان شده و شمار مسیحیان نیز حدود 547,000 نفر گزارش گردیده است. هرچند گفته شده است آمار مسیحیان بیش از آنچه که گزارش شده است ممکن است باشد، اما آمار دولت و شهر ایران و شمار مسیحیان را 117,700 نفر عنوان کرده. در بخش دیگری از گزارش نیز شمار زرتشتیان به گفته گروه های زرتشتی و مرکز دولت آمار دولت ایران حدود 25,000 نفر عنوان شده. کمیته یهودیان ایران نیز یهودیان را 9,000 نفر و در حالی که رسانه های انگلیسی آن یهودیان ایران را بین 18-20,000 نفر گزارش می کنند. گزارش تفصیلی وزارت خارجه امریکا میگوید دولت ایران مسیحیان پروتستان را مسیحی قلمداد نمی کند. افرادی که به یکی از اقلیت‌های مذهبی تعلق دارند باید این موضوع را به اطلاع حکومت برسانند. مقامات کلیساها در صورتی که ثبت نشده باشند یا افرادی که مذهبشان قبلا گزارش نشده در آن اگر در آنها شرکت کنند تعطیل گشته و دستگیر می شوند. در این گزارش می گویند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات فعالیت اقلیت های مذهبی را زیر نظر می گیرد و سپاه پاسداران نیز کلیساها را رصد می کند. گزارش به نقل از نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل می گوید حکومت مخالفان و کسانی که خواستار اصلاحات امور سیاسی هستند و در اعتراضات شرکت می کنند حتی در اعتراضات صلح آمیز را به اعدام محکوم می کند. این گزارش برای نمونه زینایار مرادی و لقمان مرادی دو زندانی کرد در زندان رجایی شهر نام برده که به اتهام محارب به قتل اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری میگویند آنها شکنجه و وادار به اعتراف شده بودند و دستگیری آنها بدون مشاوره حقوقی انجام شده است. گزارش با ذکر چند نمونه دیگر از اعدام 3 بلوچ در سپتامبر گذشته یاد میکند که دادگاه انقلاب زاهدان آنها را به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه با نیروهای پلیس که منجر به کشته شدن یک افسر پلیس شده بود به اعدام محکوم کرد. گزارش سالیانه وزارت امور خارجه به نقل از هرنا میگوید این 3 در نامه سرگشاده ای گفته بودند که بازجویان آنها را شکنجه کردند. این گزارش همچنین از محمد ثالث درویش گنابادی یاد کرده که در جوان گذشته اعدام شد.
نهادهای مخالف حقوق بشری محاکمه او را زیر سوال بردند و گفتند تحت شکنجه ماموران نیروهای انتظامی او را وادار به اعتراف کردند و دسترسی به وکیل نیز نداشته است. شاهدان را نیز رد کرده بودند و می‌خواستند که آنها می‌خواستند که شهادت بدن که وی در زمانی که یک افسر پلیس کشته شد در بازداشت به سر می‌برده است. این گزارش همچنین به بازداشت زینب طاهری وکیل حقوق بشر سالس اشاره دارد. گزارش وزارت امور خارجه می‌گوید جمهوری اسلامی به سرکوب در مناطقی که دارای جمعیت بالای نظیر کردستان و خوزستان و سیستان بلوچستان ادامه داده و نهادهای قضایی و امنیتی کشتارهای غیرقانونی گزارش کردند. برای نمونه سنی‌ها، کردها به خاطر فعالیت‌های محیط زیستی و یا غذا خوردن در محیط عمومی در ماه رمضان به مسائلی بمانند بازداشت و زندان محکوم شدند. گزارش وزارت خارجه به نقل از رنا همچنین از وضعیت بد زندان اردبیل و آزار زندانیان سنی به دست نگهبانان شیعه سخن گفته است. برای نمونه گزارش وزارت امور خارجه یک زندانی سنی بلوچ به نام محمد صابر مالک رئیسی نام برده است که توسط نگهبان شیعه خود مجروح شده است. در بخش دیگری از این گزارش مفصل به بازداشت 300 درویش گنابادی پس از حمله پلیس به آنها و تیراندازی به سمت آنها اشاره دارد که به حصر رهبر خود نورعلی تابنده معترض بودند. گزارش همچنین به ممنوع کردن مولوی عبدالله اسماعیل زاده روحانی ارشد سنی و اشاره می کند که از سفر به خارج وی جلوگیری به عمل آمده است. در شیراز طبق این گزارش ده‌ها بهایی در سال گذشته بازداشت و به ده‌ها سال زندان محکوم شدند. ایالات متحده از حقوق اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی در کشور از طریق اقدامات سازمان ملل حمایت کرده، از جمله رأی موافق تمدید مأموریت گزارشگر ویژه دولت امریکا، همچنین از قطعنامه‌هایی که در مورد وضعیت حقوق بشر مانند ادامه سرکوب اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده و حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه امریکا گزارش آزادی مذاهب را در کشورهای جهان را بر اساس مسببه 1998 تهیه و هر سال به کنگره امریکا تحویل می دهد. ولی با این همه هنوز در ایران و افراد بسیاری هر روزه به دلیل باورهای مذهبی به زندانهای طویل مدت و یا مرگ محکوم می شود. این است ساختار حکومتی جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه با ما باشید. روشنم به خاک خود نوشته ای، به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان سرود عشق را، وطن همیشه جاودان بمان. ای سرزمین من، ای سرزمین من. ای سرزمین
با درودی مجدد خدمت شما بینندگان، شمایی که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه همبندان حزب مشروطه در سراسر این گیتی خاکی. درودی داریم به همه زنان، به همه بانوان، به همه شمایی که این چنین زنانه در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده اید و حکومت اسلامی را به لرزه درآورده اید. شماها کاری کردید که آخوندها و این امامه به سران دایناسور هر روز در امامان جمعه با در نمازهای جمعه، این امامان جمعه باید از شما گله کنند و شما را مورد انتقاد قرار دهند، زیرا که شما بنای حکومت اسلامی را هر روزه میلرزانید با هر آنچه که میکنید که بسیار دمتون گرم، ادامه بدهید. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی با هر عقیده سیاسی که هستند و در راه آزادی ایران قدم برمی‌دارند. در هفته‌ای که گذشت، در روز پنجشنبه، ستاد فرماندهی نیروی هوایی امریکا در پنتاگون اعلام کرد که یک هواپیمای پهپاد یا یک هواپیمای بدون سرنشین درون MQ-4-C مورد حمله موشکی نیروهای جمهوری اسلامی بر فراز دریای عمان و تنگه هرمز قرار گرفته و سقوط کرده. ساعاتی بعد جمهوری اسلامی این را تایید کرد و اعلام کرد که این مسئله به دلیل آن بوده است که این درون یا این پهپاد در روی خاک ایران و در فضای ایران پرواز می کرده. بلافاصله پنتاگون این مسئله را تکذیب کرد و اعلام کرد که این طور نبوده و این پهپاد بر روی آبهای آزاد در حرکت بوده و این گونه که می جن نیست. البته این قضیه قابل پیگیری رادارها و ستلایت ها میتونن اینو تشخیص بدن که این در کدوم نقطه بوده و چقدر داخل خاک ایران بوده یا نبوده. همیشه واسه اون فضا یا برای اون خط مرزی یه حد نصابی وجود داره که در این حد نصاب هنوز هیچ کدوم اینا مشخص نیست. جمهوری اسلامی بعد از این سقوط این درون به دریا، تکه هایی از اون رو که بدنه فایبرگلاسش بوده و به زیر آب نمیره و به روی آب شناور هست رو از روی آب گرفته، آورده و نمایش میده و اینها رو دال بر این میکنه که این درون در روی فضای ایران زمین خورده. یعنی اگر که در جای دیگه افتاده بود حتما اینا دست اینها نمیفته. نه، این هیچ گونه دلیلی برای اثبات این مدعا نیست که این درون در فضای ایران بوده. اگر در هر نقطه ای از اون خلیج فارس میافتاده و امواج به طرف در ایران میرفته، حتما این تیکه به طرف ایران میرفته. اگر به طرف عمان یا دبی میرفته، حتما به اون سو میرفته. به دلیل وضعیت حرکت موج ها و این شناور بودن این تکه های فایبرگلاس بدنه هواپیما یا بدنه درون بوده که این اتفاق افتاده. از سوی دیگه وقتی که این اتفاق میفته، در ساعات بعد از طریق خبرنگاری ها و خبرگزاری ها اعلام شد که در همون ساعات اولیه این خبر رو دیدیم که تعدادی هواپیمای F-16 و F-18 اینها بر به طرف منطقه در حال پرواز هستند، تعداد زیادی و اونجا رفتن. بعد اعلام شد که از یک حمله به ایران در دقایق آخر جلوگیری شد. این داستان مقدار زیادی میتونه حقیقت داشته باشه، چون اون چی که دیده میشه اینه که حتی خبرگزاری فاکس یا فاکس تیوی اتاق جنگش رو حاضر کرده بوده، تصویرش رو حاضر کرده بوده، آماده بوده که خبرنگاراش و مفسرینش در اینجا بوایستن و شروع به خبرسازی بکنند و گزارش دادن. این نشان دهنده از اینه که اینا یه اطلاعاتی بیشتر از اون اطلاعاتی که در دست بوده داشتن. بعد اعلام شد که پرزیدنت ترامپ در توییتش خودش نوشته که من حدود چندین دقیقه قبل از
این اقدام جلوی اون رو گرفتم، 10 دقیقه مانده به شروع عملیات جلوی اون رو گرفتم به دلیل تعداد تلفات انسانی که در منطقه میتونست داشته باشه یا بر ایران میتونست داشته باشه، و اعلام کردم چون جان کسی فعلا به خطر نیفتاده، فعلا دست نگاه دارید، عملیات رو انجام ندین و همه چی رو برگردان کردم. این عمل تا مقدار زیادی میتونه درست باشه، چون همه گزارش ها و همه خبرها حاکی از این بود که این مسئله که اتفاق افتاده، امریکایی ها از پایگاه بحرین گوهد گرفته بودن هواپیما و به پرواز در میان و شروع به عملیات میکنن، چون که میدونیم که در روی یه دونه باند که در آن واحد 30 تا 40 تا 50 تا هر چه تعدادی که بوده که ما نمیدونیم، هر تعداد هواپیمایی که بوده که نمیتونه با هم بلند شه، اینا احتیاج به یه مدت زمانی دارن که دونه دونه از روی باند بلند شن و اون چیزی که خبرگزاری ها و شاهدای عینی در منطقه میگن، در منطقه تعداد زیادی از این هواپیما به آسمان رفته بوده و بعد این عملیات خونسا میشه یا عملیات پایان پیدا میکنه، دستور تموم شدنش رو میدن و اینها بر میگردن و بعد معلوم میشه که این چرا این هواپیماها این گونه رفته بودند و به آسمان و چرا برگشتن به زمین، چون که آنچه که گفته میشه اینه که مثل پرزیدنت ترامپ دستور بازگشت داده به دلیل جلوگیری از تلفات انسانی. امیدوارم که این گونه باشه، امیدوارم که مردم کشور ما که از این فشارها و از این رنجها 8 سال جنگ با عراق رو دیدن، جنگ دیگه ای رو تجربه نکنن. ما در تاریخ نزدیک خودمون شهرهای شمالی ایران رو، شهرهای گرار که در جنگهای با روسیه از دست دادیم رو زیر فشار همین آخوندها هی کتاب با کردن، هی گفتن ما میبریم، برین به اونجا به جنگ کنید، چیز کنید، فرستادن با روسیه رفتن و این شهرهای 23 شهر رو ما از دست دادیم. در جنگ عراق 8 سال این جنگ رو ادامه دادیم، در صورتی که سالهای اول عربستان سعودی حاضر به دادن خسارات و پایان این جنگ بود. ما به قیمت 400 هزار کشته ایرانی این جنگ رو به پایان بردیم و خیلی خوشحال شدیم که شهید دادیم. آقای خمینی گفتند که انقلاب خون میخواهد و انقلاب خون داده. مردم ایران رو کشتند ولی یک دونه آخوند، یکی از بچه آخوندها، یکی از آقازاده ها کشته نشدند، همچنان که میبینیم. این بار هم اگر جنگی اتفاق بیفته، من متاسفانه باید بگم که هیچ آخوندی، هیچ کسی کشته نمیشه، همشون گرین کارت ها و اقامت هاشون تو جیبشونه، کچلوار ها رو میپوشن و فلنگ رو میبندن. این مردم بیچاره ایران هن که زیر این جنگ قرار میگیرن. امیدوارم که این جنگ نشه، امیدوارم که باز هم دولت امریکا و این دولت مردان این درایت رو داشته باشن که به ایران حمله نکنن، فشاری که به ایران و به مردم ایران میاد. ولی شرایط بسیار بسیار بحرانیه و مردم ایران و مردم کشور ما در شرایط بدی هستن. امیدوارم که هر کس هر راهی رو که بلده برای جلوگیری از جنگ بکنه. شاید اگر میشد در ایران تظاهراتی برای نکرد جنگ نکردن داشته باشیم. میریم به یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، باز میگردیم به سخنرانی شهریار ایران رضا پهلوی در یک جلسه که با ایرانیان در کالیفرنیا داشته نگاه خواهیم کرد. به این موزیک ویدیو نگاه کنیم، با ما باشید. میریم و باز میگردیم.
بله بینندگان گرامی، شهریار ایران رضا پهلوی در نشست‌هایی که در شهرهای اروپا و امریکا با ایرانیان برقرار می‌کنه با اون از مشکلات، مسائل و راه هرهایی که برای ایران فردا داریم سخن میگه. در چند هفته پیش در یک نشست دوستانه با گروهی از ایرانیان در جنوب کالیفرنیا سخن گفته که با یکدیگه به گفته های شهریار ایران رضا پهلوی در جنوب کالیفرنیا نگاه. Stand here unified tonight in this beautiful home. Let's not forget why we're here. We're here to show our support for the freedom-seeking people of Iran who have been oppressed by the regime for over 40 years. And we're here to support a brave person who has selflessly dedicated his life to bringing change to Iran. Many have said that Iran is the jewel of the Middle East, and most know that peace there would mean peace around the world. With that said, it is my honor to introduce the person who has the weight of the world on his shoulders, His Imperial Majesty, Prince Reza Pahlavi. سپاس از همگی شما که بارها بارها در طول این سالها حامی و پشتیبان بودید و بدون افرادی چون شما که سخاوتمندانه کمک کردید، حمایت کردید از جریانات مختلف برای اینکه حرکت آزادی خواهیمون خاموش نشه، به سهم خودم سپاسگزارم. مطلب انقدر زیاد هست که ممکنه بتونم براتون ساعت‌ها صحبت بکنم، ولی خب میخوام بپردازم به چند نکته کلیدی و اساسی. همونطوری که دکتر گنجی اشاره کردن، خب یکی از کارهای بسیار مهم از نظر تاثیرگذاری و اطلاع رسانی به تصمیم گیران و قانونگذاران و نهایتاً دولت مردانی که در ارتباط با سیاستی که اتخاذ میکنن در رابطه با کشورمون بتونن لااقل نظر دیگری رو بشنون. و یکی از فعالیت‌های این سازمان همیشه این بوده، گذشته از این که به من هم کمک بکنم برای اینکه به سهم خودم این اطلاع رسانی رو بتونم انجام بدم، واقعا از زحمت این گروه سپاسگزارم. و گروه های دیگر که امروز نمایندگانی از حزب مشروطه هستن اینجا که میدونید سالها تلاش کردن، و تمام فعالین آزادی خواهی که سالها و سالها مبارزه کردن، هزینه دادن و هزینه جانی حتی دادن، و تمام شخصیت هایی که واقعا برای آزادی کشورشون ریسک کردن، خطر کردن و از بین رفتن. خب من که لازم نیست بهتون یادآور بشم که شرایط مملکتمون چی هست، ولی اینو بهتون میتونم بگم که اگر ما با یه برخورد عقلانی راهکار رو بخوایم چاره‌جویی بکنیم، بایستی بدانیم که یک کشور 85 میلیونی نیازمند تک تک شهروندانش در بازسازیش هست. و حرف من به نظر خیلی ها ممکنه تکراری، شاید حتی کلیشه بیاد، ولی یه پیش شرط برای موفقیت هست و اونم اتحاد هست. یک اتحاد برای یک هدف ملی که همه درش زینف هستیم، چه چپ باشیم، چه راست باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه سلطنت‌طلب باشیم. ولی قبل از هر چیزی میخوایم ایرانیان آزاده باشیم که حقوق بشر و آزادیمون رو در مملکت تضمین بکنیم. و این تنها زمانیست که حکومت مردمی و دلسوز سر کار بیاد.
شما تمام کشورهای موفقی که امروز از پیچ و خم‌های مختلف گذراندن و مردمانشون، شهروندانشون نهایتاً به ممالک پیشرفته و خوشبخت و موفق رسیدن، چیزیست که به من نشون میده که جوامعی بودند که به آینده نگاه کردن و نه به عقب. ما یه فرهنگی داریم بعضی وقتا زیاد از حد فقط به عقب نگاه میکنه ولی خیلی کم به جلو. البته میشه گفت که شاید انگیزه به جلو نگاه کردن مقدار زیادی بستگی داره به امیدوار بودن و دقیقاً یکی از چالش‌هایی که باهاش مواجه هستیم جامعه ایست که زخمی، عصبانی، ناراحت، ضربه خورده، سرکوب شده و نتیجتاً مثل یک شخصی است که بهش واقعاً به نوعی تجاوز شده و میترسه، اعتماد نداره، اخلاقش از بین رفته و در اصل ما از یک شرایط ایدئال شروع نمی کنیم. پس مسئله ما فقط تغییر نیست، مسئله ما پایه‌ریزی است که این بار این بنا مستحکمتر از همیشه بنا بشه و در عصری هم دیگر نیستیم که فقط بخوایم متکی باشیم به یک فرهنگ فردگرا، بلکه باز تبدیل بشیم به یک فرهنگ سیستم محور. این یعنی مسئولیت تقسیم شده است به گردن یک گروه خاص و یک فرد خاص نیست و تا این رو نپذیریم هیچ اتفاق عجیب غریبی نمیفته، ولی به نوعی پیداست که از تجربیات خودشون پند نبردیم که امروز خردمندانه تر به مسئول بیانش. برای همینه که من همیشه باور داشتم که هر چیزی که در آینده ما هست باید بر مبنای همکاری، خرد جمعی و تقسیم کار ادامه پیدا بکنه. این یعنی همه به نوعی مسئولیت باز بپذیرن. بایستی ما به یک جایی برسیم که شهروند مسئولیت پذیر باشه، نه که بخواد حواله بده بگه کسی دیگری بیاد برای من رو سینه نقلی. چون ما نتیجه مفت دست گرفتن رو دیدیم، نتیجه چی شد؟ ولی وقتی که شما زحمت کشیدید، ساختید، وقت گذاشتید، ارزش آن شرکت دارید نه تنها بیشتر میدانید بلکه ازش خیلی بیشتر حفاظت خواهید کرد از خودتونه. بنابراین ما امروز با شرایطی مواجه هستیم که مشکل اصلیمون بازسازی کشور نیست. من فکر کنم خیلی سریع میتونیم مملکت رو قلتک بزنیم. شما حکومتی داشته باشید که افراد موجه، صالح، دانشمند با راهکارهای مؤثر و با دلسوزی به مملکت، خیلی سریع میتونیم مملکت رو قلتک برگردونیم. من در اون شک ندارم. ولی اون فرهنگ سازی که لازم داریم که به کلی از بین رفته، اون تفکر سنتی که دید مدرنی به مسائل نداره، این راه چاره در گذشته پیدا کردن به جای به آینده فکر کردن ما رو نزدیکتر نمیکنه به هدف بلکه دورتر. اینجاست اینجاست که تجربیاتی که به خصوص برای خیلی از ماها که تصادفی یا بدبختانه یا خوشبختانه دنیای آزاد و مفهوم زندگی در دنیای آزاد و قانونی رو چشیدیم و ارزشش رو درک کردیم بتونیم به کشور خودمون انتقال بدیم و اینجاست که نقش ایرانیان برون مرز بسیار کلیدی خواهد بود. ولی نیروی اصلیمون کسانی هستن در درون که اونها بایستی این مسئله رو بکشن. وظیفه ما تقویت اونهاست ولی وظیفه ما نیست هست و حرف من همیشه این بوده اگه توجه کرده باشید که من هیچ انتظاری از جهانیان ندارم که شرط موفقیتمون بستگی به سیاستشون داشته باشه.
من فقط بهشون میگم که هزینه تغییر و آزادیمون سریع‌تر و با هزینه کمتر خواهد بود اگر از ما حمایت بکنید، ولی اون هیچ کسی به غیر از خودمون نمیتونیم حساب. گذشته از این مسائل اصولی چند نکته هستش که شاید برای دوستان جالب باشه، و اونم این هستش که به هر حال مشکل ترین کار ما برای اینکه بتونیم به خودی و به دنیا نشون بدیم که در فرای نظام آلترناتیوی هست، فراهم شدن نیرویی است که جایگزین خلایی که در فروپاشی نظام به وجود میاد. و یکی از کارهایی که امیدوارم تمام شما دوستان و دیگران به خصوص اونها که فعالیت سیاسی دارن این هستش که ما تا زمانی که نتونیم به خودی و به خارجی ثابت بکنیم که there is alternative after فروپاشی و مملکت مواجه با یه فروپاشی کنترل شده controlled implosion as opposed to explosive anarchy که ممکنه اون وسط خدا میدونه یه کودتایی از سپاه بشه یا یه دولت خارجی بخواد یه حکومت دستشونده اونجا بگذاره، در صورتی که کنترل در دست خود مردم و دلسوزان مردم بیفته، این وظیفه من و شماست که این آلترناتیو رو فراهم کنیم. البته موانع سر ما این هست که همه میدونیم که به شکل زودرس نمایان شدن کسانی که میتونن این وضعیت رو تحویل بگیرن در داخل بسیار خطرناک و ریسک داره، چون اگه به شکل زودرس رو بشن و لو برن سرکوب میشن و از بین میرن، ولی زمنان باز بدونیم که به غیر از این چاره‌ای نداریم که نهایتاً این نیروها رو بتونیم به موقع به صحنه بیاریم، چون مردم کار خودشون کردن، کف خیابون کار خودشون کرده، بعضی از نهادهای مدنی تلاش‌های خودشون رو به خوبی انجام دادن، اما نهایتاً این کافی نیست. مدیریت گذار در بعد از فروپاشی یکی از حساس‌ترین لحظات کشور ما خواهد بود و این مشارکت همگان رو در بر می‌گیره. و حرف من به سیاسیون همیشه این بوده که من کار ندارم شما از کدوم پلتفرم سیاسی و با کدوم ایدئولوژی هستید، اگر امروز به خاطر نجات ایران با هم نیام تو صحنه shame on us for not delivering، تقصیر نمیتونیم بندازیم به سیاست این یا اون کشور و طبق معمول دایجان ناپولونی بخوام بگیم آقا انگلیسان میذارن یا روسا اله کردن امریکایی نمیخواد، نه it's our own fault، تقصیر خودمون خواهد بود اگه کار نکنیم. اینو داشته باشیم، حرفی برای زدن به سیاسیون و تصمیم گیران جهانی داریم. What do we propose؟ چی میخوایم بهشون بگیم؟ این کافی نیست که بگیم شما مثل ما به این نتیجه برسید که the only solution is regime change. خودشون میدونم. ولی جاش چی بیاد؟ تجربه در مقایسه با 40 سال پیش، 40 سال پیش اپوزیسیون بر علیه نظام پیشین چی میگفت؟ منتراشون این بود Let's get rid of the Shah, then we'll see what happens. فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه. خب نتیجه چی شد؟ آیا امروز میتونیم به مردمی که یک بار انقلاب زده و جنگ زده بودن بگیم که فعلا خامنه‌ای بره بعد ببینیم چی میشه؟ خود شما اصلا تراس خواهیم کرد این آلترناتیو رو باید که از خودتون بدونید؟ تفاوت اینجاست این بار فقط رو میگیم اینا برن، میگیم جاش چی بیاد، چرا بیاد، چه جوری بیاد و چه منفعت دارتون دارد. جالب اینجاست که دنیای آزاد منافع مشترک با ما داره امروز، چون هزینه مقابله با حکومت‌های تروریست خیلی بیشتر از هر منفعت اقتصادی است که ممکنه چرتکشون بندازن حساب کتاب بکنن ببینن کدوم بیشتر منفعت داشته. دنیا رو امروز ببینید، کشور ما اگه سیاست رو حتی فراموش کنیم فقط رو مسئله زیست محیطی ایران فکر بکنیم، بحران آبی که در ایران هست که در کمتر از 25 سال اگر هیچ مسئله ریورس نشه سورس جمعیت کشورمون مجبور به ترک ایران میشه چون آب کافی نخواهد بود. حالا این سیل داستان دیگه بیست بار فکر نکنید چون سیل اومده مسئله آب حله، نه این فاجعه دیگری بود. کجا میخوام برم؟ تو ایران ممکن جنگ سر آب بشه نه فقط به دلیل سیاسی، و بنابراین The opportunity cost هر چقدر بیشتر این نظام تداوم پیدا بکنه، ماها فهمیدیم و مردم فهمیدن، دنیا باید بفهمه که تنها راهشون اینه که
بیان از مردم ایران حمایت بکنن. من بارها ایراد اصلی به اساس سیاست خارجی غرب علی خصوص و وقتی که میگم غرب، آمریکا و همپیمانای اروپاییش این بوده که شما از روز اول فرضیه رو گذاشتید رو فشار آوردن بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار. آخه ممکنه گرگ تبدیل به بره بشه؟ تو ژنتیکش، تو دی ان ایش، کاراکتریستیکش اونه. ولی جمهوری اسلامی حیاتش بستگی به از بین رفتن اون دنیاییست که براش مثل سم میمونه. آزادی اگه برای ما اکسیژنه، برای ما سیانوره. چطور میتوان با منطق یک کامپرومایز یا یک به قول معروف چیز رسید؟ نمیشه. یا تا این پرچم انقلاب و صدور انقلاب اسلامیشو در دنیا پرچمشو نگذارن واله میدن. تمام اینا رو میگم برای که به جایی برسیم که دنیا داره کم کم به این نتیجه میرسه. حداقل بگم ادمینستریشن فعلی امریکا لاغر اولین باریست که صراحتاً به نوعی دارن نشون میدن که ما فهمیدیم که آخر سر باست از شرقه این رژیم خلاص شد. تقریباً میشه گفت حدود 8.5 میلیون ایرانی امروز خارج از مملکت زندگی میکنن. شما اگه 0.1% این تعداد رو بتونید در کار اولیه که راه انداختن این چرخش داشته باشیم، حداقل میتونم 10 برابر کل تعداد افرادی که در بهترین شکلش در اون زمان تو ممکن همه جا مشغول بودن رو خواهیم داشت. از ذره کریتیکال مست دارم میگم، یا موردن این آف تو ستار مطال همه اینسنتیب لازم دارن. ما اگه خودمون رو نتونیم قانع کنیم که قابلیت شو داریم، چجور میخواییم دنیا رو قانع بکنیم که از ما حمایت بکنن؟ میدونیم It's our job to love you enough to say listen we've got to get a better deal with us than with these guys. شما 40 سال با این رژیم فقط صحبت کردین، هیچ وقت نمیدین با مردمی که ویکتیم این رژیم هستن صحبت بکنین، ببینین اونا چی میگن. بلکه we are part of the solution, they are part of the problem. ولی اونجاست که میگفتیم بی‌تفاوتی و پسیویتی تقصیر اینا نیست، تقصیر ماست. ما نرفتیم درشون رو بزنیم، ما نرفتیم روشون فشار بیاریم، ما نرفتیم درست لابی بکنیم، ما نرفتیم انگیزه ایجاد بکنیم که نسل امروزی که هیچ امیدی به آیندهش نداره بگه it's worth fighting, it's worth standing there, the cavalry will finally arrive. تمام قضیه برمیگرده به ناامیدی از اپست و امید، با این تفاوت که برخلاف خمینی که اومد گفت آب مجانی و برق مجانی و این شعر و غیره، we want to be truthful and factual. برای همین یکی از کارهای دیگری که خواستم با دوستان برمیون بگذارم که مطلع باشی، سوای تمام کارهای سیاسی که سالهاست راجع بهش فکر میکردم که به هر حال هر کاری هم بکنیم یه رودمپی لازم داریم، رودمپی که 50 سال آینده مملکت رو حداقل پیش بینی بکنه در تمام زمینه هایی که کشور ما به هر حال باش مواجه خواهد بود، حالا هر حکومت و دولتی بخواد سر کار بیاد در آینده، از همون مسئله زیست محیطی بگیرید، مسئله بهداشتی بگیرید، اقتصاد بگیرید، انرژی بگیرید، آموزش پرورش بگیرید و و و و متو از یک دید کاملا حرفه‌ای، علمی و تخصصی. و به این فکر افتادم که یک تشکلی رو به وجود بیارم که شاید بعضی از شما اطلاع داشته باشید و اگر ندارید میتونید پیدا بکنید، که اسمش رو گذاشتیم پروژه ققنوس یا فینیکس آف ایران پروژه. ایده این بود که بهترین کارشناسان و متخصصان رو در تمام زمینه‌ها به کار بگیریم که اینا بتونن بر اساس یه سری اتودهای علمی راهکارهای قابل اجرا رو برای آینده مملکت راجبش فکر بکنن، که هر دولتی در آینده سر کار اومد بدونه که این برنامه ها به این طرح هست. ضمن این که برای اون فرد عادی که میگه خیلی خب آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اینا، من نمیفهمم من کارگر چه جوری نون فرهم بشه، چه بهره ازش میبرم، یه جوری بتونم بفهمم که موضوع چیه، که چه جوری ما این مملکت رو میسازیم.
نه با آب و برق مجانی، ولی اگه درست کار بشه درآمد ایران از نظر سرمایه گذاری خارجی، از نظر ایجاد اشتغال و و و و و چجوری میتونه پیش بره. ما کشورمون بله، ما همیشه فکر آقا ما نفت داریم و گاز داریم، اصلا فرق کنید نفت و گاز نداشته باشیم. من بتونم بگم تو اصلا فقط تو سیاحی و توریسم منطقه رو میتونیم بگیریم. ساختن ایران نمیدونم سرمایه گذاری چیه، یه ده کارشونینه، یه ده تخصصشون علمیه و یعنی در واقع مردم فهم بابا میتونیم الان بفهمیم که چجوری این مملکت میتونه پیشرفت بکنه. یکی از مشکلاتی که در زمان قدیم داشتیم قبل از انقلاب این بود که تمام زحماتی که اون تک کشور میشد آگاهی رسانی کافی برای جامعه نبود. مردم میرفتن تو مساجد ببخشید شده ورای آخونده رو گوش میدادن، ولی وزرا مسئول مملکت بودن get credit for the job they did. میدونی چقدر آدم تو مملکت زحمت کشید که بعضتون هم امشب اینجا هستی؟ هیچ کسی ارزش زحمت رو هیچ وقت نفهمید، مفکرشون اومد ارزشش رو ندونستن. ولی این اولین قدم به سوی آزادی قانونمندی است، ولی قانونمندی کافی نیست که فقط قانونش رو بنویسید. رعایت قانون و اجرای قانون بستگی داره به باور اون شهروند به ارزش اون قانون و حفظش. مسئولیت پذیر میشه و سهامدار این شرکت میشه، نه که فقط یکی برای من انجام بده و انشاءالله خوب از آب در بیاد. نه، ما نمیتونیم اونجوری پیش بریم. این باور رو بس به وجود بیاریم، اتیکس کار به وجود بیاد، مردم چریتی و ورک اتیکس رو به جای جر زدن و کلاهبرداری کردن و دورو بودن و که الان واقعا متاسفانه فرهنگی تو کشور ما هست همه میدونید، ولی قابل تغییره، کاملا قابل تغییره. اتکا به یک سیستمی که درش بهترین ها میتونن بدرخشن، عدالت واقعی هست، مریتوکراسی هست، ارزش هایی که بایستی تو فرهنگ سازی به کار بگیریم. بله بینندگان گرامی، قسمت هایی از سخنان شهریار ایران در یک جلسه با ایرانیان جنوب کالیفرنیا. این فیلم و این گزارش بر روی یوتیوب هست، برید این رو ببینید، بارها و بارها گوش کنید. راهکارهایی که در ایران فردا باید انجام بدیم. خیلی از کسانی که دشمنان قسم خورده خاندان پهلوی هستند رو پیشنهاد میکنم نگاه کنید، نگاه کنید ببینید کسی که وارث تاج و تخت ایرانه چگونه از ایران حرف میزنه، نه از تاج و تخت. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار متشکرم. به همراه آقای رضا مدیر تهیه، به همراه آقای یاسر کارگردان که از و دیگر دوستانی که از بامدادان با ما بودند، همه شما را به خدای ایران میسپارم. برنامه بعدی برنامه خوب آقای دکتر حقیقی است. کانال های خود را عوض نکنید، به انتظار این برنامه بنشینید تا دقایق دیگر ایشان با شما خواهد بود. و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی نزدیک است.